ما از پاسخ ایران بسیار متاسفیم، اما همچنان برای اثرگیری یک دیپلماسی معنیدار به منظور بازگشت متقابل به تعهدات برجام آمادگی داریم. کشمکش در مورد احیای گفتگو بر سر فعالیت اتمی ایران. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید در مورد چگونگی اثرگیری مذاکرات تعصبی نداریم. با مدیر مرکز امنیت و دفاع اسرائیل صحبت خواهیم کرد، مرکزی که به نمایندگی از صدها نظامی سابق اسرائیلی به جو بایدن نامه نوشته و از او خواسته به برجام برنگردد. و از یک روزنامه‌نگار در واشنگتن می‌پرسیم که آیا توافق ایران و آمریکا همچنان محتمل است. همچنین در برنامه امشب انگار در واقع لحد رو دارن سنگ لحد رو دارن میچینن روی سینه آدم. برپایی کارزاری در ایران علیه حبس انفرادی، شماری از کنشگران حقوق بشر و زندانیان سیاسی سابق به قوه قضاییه شکایت بردند. کسب رتبه اول تولید سربروی در میان استانهای ایران، نگرانی اهالی استان زنجان را از احتمال ابتلا به سرطان و انواع بیماری افزایش داده. دست ازل به چرخ شیری و پخش باده ناگهان، تازه ترین اثر حسین علی شاپور برای اولین بار در 60 دقیقه امشب. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. دست رد تهران به پیشنهاد مذاکره واشنگتن با اظهار تأسف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبرو شد. نت پرایس در این حال تاکید کرد که کشورش کماکان مایل است درباره بازگشت به برجام با ایران مذاکره کند، اما هیچ تعصبی درباره شکل و چارچوب این مذاکرات ندارد. همزمان علی ربیعی سخنگوی دولت ایران پیشنهاد آمریکا را ریاکارانه خواند و درخواست ایران را برای لغو تحریم‌ها تکرار کرد. همزمان گروهی از نظامیان سابق اسرائیل از رئیس جمهوری آمریکا خواستند که به برجام برنگردد. در نامه‌ای که این گروه به جو بایدن نوشتند، از آمریکا خواسته شده که به باج‌خواهی هسته‌ای ایران تن ندهد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. ایران و آمریکا در ظاهر با هم مذاکره نمی‌کنند، اما در عمل دو طرف کمابیش هر روز با هم حرف می‌زنند، از پشت این تریبون‌ها و در نشست‌های خبری. بدون لغو تحریم‌ها ادعای آمریکا مبنی بر اعتقاد به دیپلماسی با من میتونم بگم یک لفاظی ریاکارانه و غیر قابل قبول به نظر میرسه. ما از پاسخ ایران خوشنود نیستیم، ولی همچنان به دیپلماسی معنادار برای بازگشت هر دو طرف به برجام پایبندیم. دولت آمریکا تا امروز از برداشتن کوتاه‌ترین گامی که نشانگر تلاش برای اعتماد سازی باشد خودداری کرده است. ما درباره شکل و چارچوب مذاکره تعصبی نداریم. ما باور داریم که دیپلماسی بهترین راه برای اینه که جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گرفته بشه. بیرون از این نشست‌ها اما وضعیت بحرانی اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد. چشم‌انداز فوری لغو تحریم‌ها دیده نمی‌شود و شرایط استثنایی ناشی از بحران کرونا نیز دست کم تا این لحظه اثری بر تصمیم‌گیری تهران و واشنگتن نداشته. بازتاب نظر نهادهای قدرت در روزنامه‌های امروز تهران نیز نشان می‌دهد که منتقدین همیشگی مذاکره و دیپلماسی از وضعیت راضی هستند. کیهان بن‌بست فعلی را دست رد ایران به پیشنهاد فریبکارانه آمریکا و اروپا خوانده. و روزنامه جوان هم موضع دولت آمریکا را رقص دیپلماتیک توصیف کرده، هرچند که روزنامه دولت یعنی ایران نگران مسئله دیگری است، جلسه شورای حکام آژانس و احتمال صدور قطعنامه‌ای علیه ایران. نشست شورای حکام از دیروز در وین آغاز شده و تا جمعه ادامه خواهد داشت، نشستی که در ابتدای آن رافائل گروسی مدیر کل آژانس گفت که ایران درباره کشف آثار اورانیوم در برخی سایت‌های از پیش اعلام شده توضیح قانع کننده‌ای نداده. واکنش شورای حکام به مسئله ایران در واقع یکی از مهمترین مسائلی است که باید در این نشست درباره آن تصمیم گیری شود. کیوان حسینی، بی بی سی.
همطور که اشاره شد، شماری از نظامیان سابق اسرائیل هم به نمایندگی از مجمعی که 1800 نظامی سابق را نمایندگی می‌کنند در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا او را از بازگشت به برجام برحذر کردند. آنها نوشتند که این رویکرد تهدیدی بنیادی متوجه موجودیت اسرائیل می‌کند. در این نامه همچنین آمده که بازگشتان آمریکا به برجام برخلاف هدف اعلام شده دولت آمریکا است که می‌خواهد در خاورمیانه ثبات برقرار کند، چرا که این حرکت اسرائیل و متحدان سنی آن را به سمتی خطرناک می‌برد و رقابت تسلیحاتی بالقوه گسترده ای را شعله ور می‌کند. سرتیپ امیر آویوی، مدیر مرکز امنیت و دفاع اسرائیل هابیتونیستیم از تل آویو با ماست. آقای آویوی پیشتر رئیس دپارتمان مشاوره و حسابرسی وزارت دفاع اسرائیل بودند. آقای آویوی خوش آمدید به برنامه. میشه بیشتر به ما توضیح بدید که دقیقاً خواستتون از جو بایدن چیه؟ We expect the American administration to be tough on the ما انتظار داریم که دولت ایران نسبت به حکومت ایران سرسختی نشون بده. ما انتظار داریم که دولت بایدن این رو بفهمه که راضی کردن حکومت ایران جواب نمیده. حکومت ایران فقط مردم ایران رو مورد ارعاب و وحشت قرار نمیده، بلکه همه خاورمیانه رو مورد ارعاب و وحشت قرار میده. در عراق، در سوریه، در یمن، در لبنان، حکومت ایران در عین حال یک تهدید موجودیتی رو متوجه سراسر منطقه و همینطور اسرائیل کرده. بنابراین احساس ما این هست که ما نباید برگردیم به یک توافقی که واقعا توافق خیلی بدی بود. توافق برجام مانع از این نشد که حکومت ایران مجهز به سلاح هسته‌ای بشه. ما از دولت آمریکا خواستیم که همچنان به تحریم ها ادامه بده، زیرا که ما اعتقاد داریم به فشار حداکثری. ما میخواییم به حکومت ایران فشار بیارن که دیگه نره دنبال سلاح هستی. سیاست فشار حداکثری رو دونالد ترامپ هم دنبال کرد در قبال ایران. چقدر اون سیاست فکر میکنید موفق بود و امنیت اسرائیل رو تامین کرد؟ ما فکر میکنیم که اول از همه باعث شد که ظرفیت‌های حکومت ایران و قابلیت‌های حکومت به شدت کاهش پیدا بکنه. شما می‌بینید که خاورمیانه الان نسبت به چند سال پیش بسیار ثبات بیشتری پیدا کرده. ما چند سال پیش شاهد این بودیم که میلیون‌ها نفر از خانه و کاشانه خود آواره می‌شدند. خیلی از اونها خاورمیانه رو ترک می‌کردند، می‌رفتن به سمت اروپا. اما امروز هرچند مشکلات زیادی می‌بینیم، اما خاورمیانه می‌بینیم که امن‌تر هست. ما نگران هستیم که اگر تحریم‌ها از سر حکومت ایران برداشته بشه، این حکومت مقادیر زیادی پول به دست خواهد آورد تا بار دیگر از این پول‌ها استفاده بکنه تا گروه‌های تروریستی مثل حزب الله و یا شبه نظامیان عراق و یا سوریه رو تجهیز بکنه و البته از همون پول‌ها استفاده بکنه که توانایی هسته‌ای خودش رو هم توسعه بده. ما هیچ احتمالی نمی‌بینیم که حکومت ایران بخواد از این کارها دست برداره، مگر اینکه احساس بکنه در این بازی بازنده خواهد شد و یا اصلاً کلاً خود حکومت خودشون در معرض خطر در داخل ایران قرار خواهد گرفت. شما نگران نیستید که با ادامه فشار بر جمهوری اسلامی، اونطوری که وزیر اطلاعات ایران چند هفته پیش گفت، احساس کنن که اینها در یه گوشه‌ای قرار گرفتن و ناچار به ساخت سلاح هسته‌ای بشن، فکر نمی‌کنید چنین نتیجه‌ای ممکنه خطر امنیتی بیشتری برای اسرائیل داشته باشه؟ خیر، ما فکر می‌کنیم اتفاقاً برعکس هست. ما فکر میکنیم که اگر حکومت ایران احساس بکنه که یک راه حل نظامی به عنوان یک گزینه روی میز هست، که به عنوان یک گزینه روی میز هست، اینو بهتون بگم، هم از طرف اسرائیل و هم از طرف آمریکا این گزینه روی میز هست، اگر ایران احساس رو بکنه به هر حال شاید نتایج لازم رو بگیریم، چون ما آماده هستیم به هر طریق ممکن جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو بگیریم و هر چقدر دولت آمریکا عزم خودش رو در این راستا قوی‌تر نشون بده، احتمال اینکه ایران دست برداره از این کارها بیشتر خواهد شد. الان حکومت ایران میخواد نشون بده که قویه، هرچند واقعا حکومتی ضعیف هست. الان حکومت ایران داره سعی میکنه به دولت بایدن نشون بده که خیلی سرسخت هستن و حتی میتونن به منافع آمریکا در عراق حمله بکنن، ولی اگه اونچه که ما میگیم اتفاق بیفته، میفهمن که
عزم راسخ وجود داره که اجازه نده اونها به جلو برن و من مطمئن هستم که این فشارها ادامه پیدا بکنه حکومت ایران عقب نشینی خواهد کرد. آقای آویوی، در بخشی از نامه‌تون به جو بایدن گفتید که توافق مطلوب شما توافقیه که کل تأسیسات نظامی هسته‌ای ایران رو از بین ببره و امکان بازرسی در هر لحظه و هر مکانی رو بده. کدوم کشوری هست که تن بده به اینکه امکان بازرسی بده در هر منطقه ای از کشورش، با توجه به اینکه هر کشوری هم به هر حال نیازمنده به اینه که یک توان دفاعی داشته باشه؟ Well, we don't agree with the nuclear Iran because ما موافق نیستیم با یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای، مخصوصا وقتی داریم راجع به این حکومت حرف میزنیم. اونا دارن راجع به تحقیر اسرائیل صحبت میکنن، میخوان کل خاورمیانه رو دچار بی‌ثباتی برای این کار بکنن. بنابراین در این مورد ما دلیل خیلی خوبی داریم که نخواهیم این حکومت توانایی هسته‌ای داشته باشه، برای اینکه میفهمیم برنامه‌های اونها چی هست. ما عقاید و ایدئولوژی‌های اونها رو میدونیم و در این مورد خاص اون چه که ما داریم میگیم اینه که ما نمیخوایم ایران ظرفیت هسته‌ای داشته باشه. حالا اگه ایران موافقت نکنه، ما باید کاری بکنیم که اونا نتونن این کار داشته باشن. من میفهمم که اونا میخوان هسته‌ای باشن، میفهمم که چرا اونا میخوان هسته‌ای باشن، اما اونا دارن با این توانایی ما رو تهدید میکنن، میخوان ما رو از بین ببرن و تحقیر کنن. فکر کنم میتونه یک کشور دیگه چنین حرفی راجع به اسرائیل بزنه که فرضاً بگه که ما نمیخوایم اسرائیل هسته‌ای باشه و بازرسان آژانس باید هر وقت هر جایی که خواستن بتونن بازرسی بکنن در اون کشور. اول از همه شما باید به یاد داشته باشین که ایران یک توافق بین المللی رو امضا کرده و پذیرفته که بر اساس پیمان منع گسترش سلاح هسته بازرسان بتونن برن به ایران. اسرائیل این کارو نکرده. اسرائیل یک حکومت تروریستی نیست، بلکه حکومت دموکراتیک هست. به نظر من اصلا وضعیت کاملا فرق میکنه. شما نمیتونید دو کشور رو مقایسه بکنید، کشوری که میخواد کشورهای دیگر رو تحقیر بکنه و ارعاب و وحشت ایجاد بکنه در مناطق دیگه و توانایی های ایجاد میکنه که هر وقت بخواست بتونه هر جای اروپا رو هدف سلاح‌های خودش قرار بده، با ما که وضعیت کاملا متفاوت هست. هر وقت ایران تونست کشور دموکراتیک بشه، اون موقع بازم با هم صحبت میکنیم. متشکرم سرتیب امیر آویوی. البته هستند فلسطینی هایی که درباره دموکرات بودن اسرائیل تردید فراوانی دارند. متشکرم سرتیب امیر آویوی، مدیر مرکز امنیت و دفاع اسرائیل. و اما نگار مرتضوی، روزنامه‌نگار از واشنگتن دی سی با ماست. خانم مرتضوی، خوش آمدید به برنامه. با توجه به تحولات چند روز اخیر، فکر می‌کنید که هیچ چشم‌اندازی از دیدن ایران و آمریکا در دور میز مذاکره وجود داره؟ سلام به شما و بیننده‌هاتون. من فکر می‌کنم چشم‌انداز وجود داره. هنوز امیدم از دست ندادم و خوشبین هستم که حالا در این فرصت ولی کوتاهی که وجود داره، به هر حال عزم دولت آقای بایدن، همونطور که خود آقای بایدن هم بیش از یک بار در مبارزات انتخاباتیش گفت، این بوده که به برجام برگرده. ولی اینکه به چه شکل در واقع تاکتیکی که این بازگشت به توافق رو میخوان انجام بدن، چه کسی قدم اول رو برداره؟ تهران معتقد آمریکا باید قدم اول رو برداره، آمریکا فکر میکنه ایرانی ها عجله دارن، خودشون میتونن هنوز صبر کنن. من فکر میکنم این یه مقدار پروسه رو به عقب انداخته و نگران کننده است، چون فرصت زیادی هم نیست. ولی هنوز امیدوار هستم به حال با تیمی که آقای بایدن برای این کار چیده که این اتفاق بیفته و نهایتاً بازگشت به برجام انجام بشه. ایران با چه استدلالی فکر میکنید که پا پس کشیده از پیشنهاد مذاکره؟ خب این به حال جناهایی هستن در ایران که فکر میکنن که عجله‌ای نیست و فشار حداکثری آقای ترامپ رو در این سالها تحمل کردن با مقاومت حداکثری. البته اگر از مردم ایران بپرسین، به حال فشار حداکثری فشار آورده به بخشی از جامعه، بخشای زیادی از جامعه، ولی خب جناهایی هستن که فکر میکنن فشار حداکثری رو تحمل کردن و اگر این آقای بایدن هم بخواد این سیاست رو ادامه بده، میتونن اون رو ادامه بدن. ولی خب میدونیم به حال جناهایی هم هستن که مایلن هرچه سریعتر تحریم ها لغو بشه و بازگشت به دیپلماسی انجام بشه، و
و تقابل اینها به هر حال با هم من فکر می‌کنم در داخل ایران وجود داره. و خب یک حرفی هم که واقعا یه منطقی توش هست اینه که آمریکا از برجام خارج شده، آقای ترامپ از این توافق خارج شده و خب طرف ایرانی صحبتش اینه که آمریکا به توافق برگرده و بعد حالا این سکانس اینطور که میگن یا این رقصی که دو طرف برای بازگشت کامل به تعهداتشون انجام بدن رو همزمان با هم در واقع تنظیم کنن. اما چیزی که خب برای عده سوال برانگیزه اینه که آمریکا در دوران دونالد ترامپ از برجام خارج شد و در این فاصله ایران بسیاری از تعهدات برجامیش رو کاهش داد. به همین دلیل فکر می‌کنید که استدلال ایران چیه که حاضر نیست برگرده به اون تعهدات در قبال لغو تحریم‌ها و بازگشت آمریکا؟ میگم باز همین اختلاف جناحی در ایرانه که اینکه آیا این نیاز به تحریم چقدر به شدت به لغو تحریم چقدر احساس میشه. و خب اون صحبتی که ما از سمت طرف ایرانی میشنویم اینه که میگن به هر حال ما هنوز در این توافق هستیم، به بخشی از تعهدات پایبند هستیم، ولی آمریکا از این توافق خارج شده. اول یک فرمان ریاست جمهوری یا حالا بازگشت به قطعنامه سازمان ملل به هر شکلی اعلام بشه که آمریکا میخواد به این توافق برگرده و بعد این سکانس بازگشت، که البته من فکر میکنم این یک فرصت سوزیه، یعنی که چه کسی قدم اول رو برداره از هر دو طرف. من فکر میکنم این بازی که شروع کردن بازی خطرناکه، بازی اشتباهیه و زمان برای هر دو کوتاهه، ولی خب متاسفانه به نظر میاد سر اینکه قدم اول رو کی برداره و به چه شکلی برداره فعلا این اختلاف افتاده و هر طرفی خودش رو محق میدونه. و در نهایت میکنید که طرفای اروپایی تا کجا حاضرن پای برجام وایسن؟ کمی پیشتر داشتیم که فرانسه گفتش که از افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران ناراضیه و قراره که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو بکنه در این باره. ما این موضع رو قبلا هم همون زمان مذاکرات برجام گاهی از فرانسوی‌ها دیده بودیم. لحظه آخری که به نظر میاد ایران و آمریکا دارن یه قدمی رو برمی‌دارن، گاهی فرانسوی‌ها یک ساز مخالفی رو زده بودن بار اول نیست. ولی به حال اینا فراموش نکنیم اروپایی‌ها نقش بسیار مهم و کلیدی داشتن در شکل‌گیری مذاکرات، در واقع هماهنگی مذاکرات بین ایران و آمریکا، در بستن این قرارداد برجام و بعد در زنده نگه داشتنش در دوره آقای ترامپ. حالا اینطور که میگن نیمه زنده است یا نیمه جانه، ولی به هر حال این توافق هنوز زنده است. اروپایی‌ها نقش مهمی داشتن و من فکر می‌کنم در مجموع نگاه کلیت اتحادیه اروپا و قدرت‌های اروپا اینه که این توافق خوبیه و باید حفظ بشه. متشکرم. نگار مرتضوی، روزنامه‌نگار. دیروز در ایران گروهی از فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی سابق دادخواستی علیه ماموران امنیتی ثبت کردند. این افراد از کسانی شکایت کردند که آنها را مدت‌ها در سلول انفرادی نگه داشته بودند. نرگس محمدی، ضیا نبوی، حمید آصفی، بهمن احمدی عمویی، ژیلا بن یعقوب و فائزه هاشمی از جمله حاضران در این تجمع بودند. عده‌ای از این فعالان همچنین بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن سلول انفرادی را بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر مصداق بارز شکنجه خواندند. مریم افشان گزارش می‌دهد. سلول انفرادی شکنجه است، باید متوقف شود. خواسته افراد حاضر در این عکس و بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی دیگر. دیروز تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی در تهران دادخواستی ثبت کردند علیه آمران و مأمورانی که آنها را مدت‌ها در سلول انفرادی زندانی کرده بودند. فرنگیس مظلوم یکی از آنهاست. او 20 روز در سلول انفرادی بوده، چرا که درباره پسر در زندانش اطلاع رسانی کرده. میگوید انفرادی مصداق شکنجه سفید است. من مدت 20 روز توی انفرادی بودم و دقیقاً با به قول معروف با گوشت و تمام سلولم اینو درک کردم که ای کاش آدمو میزدن و این شکنجه‌ای که آدم اونجا میشه رو اعمال نمی‌کردن. چون خود منم زمانی که در انفرادی بودم وحشت اینو داشتم، چون به من گفته بودن اگر صحبت نکنی دخترتو میارم، نیلوفرو میارم اینجا ازش بازجویی میکنم و میندازمش زندان. و من تمام مدت وحشت داشتم، هم از سهیل از طرف سهیل نگران بودم، هم از طرف دخترم. و سهیل اصلا از شکنجه هاش و عذابایی که میکشه با ما صحبت نمیکنه به خاطر اینکه ناراحت نشید. ولی بعدها که من باهاش صحبت کردم گفت ما در این مصداق شکنجه سفیده، درسته دست بهت نمیزنن ولی بلایی سرت میارن که از کتک زدن بدتره. انگار در واقع لحد رو دارن سنگ لحد رو دارن میچینن روی سینه آدم، انگار در قبر قرار گرفته آدم، نفس در واقع نفس تنگی
اون چیزی هست که انسان دچارش میشه. اتفاقی که میفته اینه که زمان متوقف میشه. شما زمان زندگی رو در دست ندارید. کامل از دست میدید. تو انفرادی اتفاقی که میفته آدم از انگار از خودت تهی میشی. بدل به اون چیزی میشی که بازجو میخواد. همه خاطرات کودک، همه خاطرات، یه سریش واقعی، یه سریش حتی ذهن در جا میسازه. این از کودکی در واقع تو ذهن آدم آوار میشه. شباهت یه چیزی میگن توی لحظه مرگ آدم تمام زندگیش این فیلمی از جلوی چشمش میگذره. اتفاقی که تو انفراد میفته اینه که این لحظه، این اتفاق هر روز و هر روز و هر روز تکرار میشه. زندانی تو انفرادی کاملا ذهنی میشه، بازجو میشه مسلط اون ذهن، بازجو میشه خدایگان زندانی، جایگزین همه چیز برای زندانی میشه، جایگزین دوست، خانواده، عشق، همه ارتباطات اجتماعی آدم. معترضان به سلول انفرادی میگویند نگه داشتن زندانی در سلول انفرادی طبق مقررات داخلی و بین المللی از مصادیق بارز شکنجه است و میتواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. حتی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چند سال پیش گفت که گذران یک ماه در سلول انفرادی مساوی یک سال حبس کشیدن در زندان عمومی است. یکی از نمایندگان مجلس گفت که او در پاسخ فتوایی به شورای نگهبان گفته که حبس انفرادی شکنجه است، اما عملا تغییری در رویه دستگاه‌های امنیتی و بازجویان اتفاق نیفتاده. کافیه یک خبر دروغ تو انفرادی به زندانی داده بشه، وقت زندانی کاملا درون وقتی با بیرون ارتباط نداره، مثلا بگن که عزیزش فوت کرده و عزیز دیگه به دلیل اون فوت، اتفاقی برای خود من افتاد، عزیز دیگه به دلیل اون فوت در بیمارستانه، زندانی متلاشی میشه. فشارش بعد از اینکه شما از انفرادی میای بیرون، تا من از وقتی کشور خارج شدم تا مدت ها در خواب آدم، چه موقعی که ایران بودم چه موقعی که در واقع اومدم، در خواب آدم تا مدت ها این تکرار میشه. بعد از 186 انفرادی 186 وقتی به سلول جمعی اومدیم، 4 نفر بودیم توی سلول، با بچه ها صحبت میکردیم، گفتیم آقا اصلا دوست نداریم، حتی دشمنانمون، یعنی حتی اون بازجوه، اون نگهبانه، اون در واقع قاضیه تو دادگاه انقلاب، اون بازپرسه، اونی که اومده ما رو تو خیابون یا جای دیگه بازداشت کرده، اونها تو اون فضا قرار بگیرن. سهیل عربی از سال 92 تا کنون در زندان است و ماها در حبس انفرادی بوده. مادرش میگوید حساب روزها و ماهای انفرادی پسرش را ندارد. واقعا حس وحشتناکه و قابل توصیف نیست. این که از بچت خبر نداری، سالم، زنده است، زدنش، کشتنش، دور از جونش یا هر چی، کلن شکنجه خیلی بدیه. این آخرین باری که 40 روز سهیل من ازش اطلاعی نداشتم و همینطور که خودش هم تو صحبتش گفت، 40 روز سهیل برده بودن انفرادی که کسایی رو که میخواستن اعدام کنن میابردن تو همون انفرادی. و شما ببین چه شکنجه ای سهیل من شده. من انقدر تا صبح بیدارم و گریه میکنم، واقعا دیوونه میشم، نمیتونم اصلا توصیف کنم که چه حال بدی دارم. و همه ما مادرها این حالا داریم، نمیدونیم بچه‌مون الان سالمه، بلایی سرش اومده، آیا کشتنش، که میدونین از همین اتاقهای انفرادی شروع میشه که اتهامات جدید، چه بسا اعدام، شکنجه هایی که به اصطلاح بعده ها اینا میبینن بچه ها، از همینجا شروع میشه، شروعش به اصطلاح نطفهش توی همین انفرادی گذاشته میشه. روایت ها از سلول انفرادی کم نیست. با دنبال کردن هشتگ سلول انفرادی شکنجه است، ده ها روایت تکان دهنده از زندانیانی میخوانید که روزها و ماهای زیادی در انفرادی بودند. حالا تعدادی از آنها میگویند خواهان توقف این شکنجه غیر انسانی هستند و با شکایت از عاملان و آمران این شکنجه خواهان پاسخگویی آنها هم هستند. مریم افشنگ، بی بی سی. گزارش از ایران هاکیست، اعضای مسلح گروه جیش العدل به 2 خودروی سپاه پاسداران در منطقه مرزی سراوان در سیستان و بلوچستان حمله کردند. یک کانال منصوب به گروه جیش العدل خبر این حمله را تایید کرده و میگوید خودروهای گشت نیروهای سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. فعالان بلوچ میگویند بر اثر این حمله دست کم 3 نفر کشته و 5 نفر گروگان گرفته شدند. نیروی زمینی سپاه هم خبر حمله را تایید کرده و اعلام کرده از نیروهای مهندسی سپاه 1 نفر زخمی و 1 نفر مفقود شده. همکارم سیامک محیط‌زاده در استودیو با ماست با جزئیات بیشتر. دقیقاً چی شده سیامک؟
این حمله دقیقا همون جای اتفاق افتاده که حدود یک هفته پیش جریان تیراندازی نیروهای مرزبانی سپاه به سوخبرها اتفاق افتاد. دقیقا در همون منطقه این حمله امروز صورت گرفته و این همزمان شده با سفر هیئت تحقیق مجلس ایران که برای تحقیق درباره اتفاق هفته گذشته وارد این منطقه شدن و با خانواده‌های سوخبرها ظاهرا صحبت کردن و در همونجا هستن. چیزی که مشخصه امروز کانال‌های تلگرامی منصوب به جیش العدل خبر حمله رو منتشر کردن. اونها میگن که دو تا خودروی گشتی سپاه رو و نیروهای رزمی سپاه رو در واقع مورد حمله قرار دادن و همین کانال‌ها به نقل از بعضی از منابعی که خودشون مطلع اعلام کردن میگن که دست کم 3 نفر گروگان گرفته شدن و 5 نفر از نیروها کشته شدن. معاون امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان خبر حمله رو تایید کرد اما هیچ اشاره به تلفات نکرده. نیروی زمینی سپاه هم که همونجوری که گفتی اعلام کرده ولی همشون تاکید دارن که این خودروهای مهندسی سپاه بودن و خودروی رزمی نبودن. این منطقه در استان سیستان بلوچستان و در واقع در منطقه بلوچستان تنها منطقه ایه که کنترل مرزبانی به دست نیروهای سپاه است و این منطقه دقیقاً اصلی ترین شاهراه انتقال سوخت از ایران به پاکستان است، چه به طور رسمی چه به طور غیر رسمی. سوختی که از ایران خارج میشه از این منطقه خارج میشه. سپاه در واقع در این منطقه کنترل خیلی شدیدی به این عبور و مرورها داره و اتفاقی هم که هفته پیش افتاده بود به خاطر بسته شدن مرز و تقاضای این که تعداد زیادی می‌خواستن از اون ور مرز برگردن به این ور و تعدادی از این ور می‌خواستن برن به اون ور باعث شد که ازدحام شدیدی بشه، اینجوری که سپاه اعلام کرده و بعد تیراندازی اتفاق افتاده. این چیزی که از حمله امروز مشخصه، هنوز تلفات دقیق نمیشه گفتش که دقیقاً چی بوده. ما اطلاعات دقیق تری از این چیزی که تا حالا گفته شده به دستمون نرسیده، اما شاید حالا با توجه به گذشت زمان و احتمالاً بیانیه رسمی جیش العدل شاید مشخصات بیشتری از حمله امروز به دستمون برسه که بیشتر بشه در مورد شخصا. چقدر اساساً فعال جیش العدل در منطقه سیستان و بلوچستان؟ جیش العدل خب سالهاست که توی منطقه فعاله ولی فکر میکنم که از حدود 2 سال پیش، از سال 97 که 2 تا حمله خیلی میشه گفت مهمترین حملات این گروه بود به نیروهای مرزبانی، تا حالا این باز داره یک حمله شدیدتری هستش که داره انجام میشه. سال 97 توی مهرماه 97 12 تا از نیروهای هنگ مرزبانی میرجاور رو گروگان گرفتن که بعد از حدود 1 ماه 5 نفرشون رو آزاد کردن. چیزی که جیش العدل اون موقع اعلام کرد گفت 5 نفر نیروهای انتظامی هستن، تکاورای نیروهای انتظامی هستن و 7 نفر نیروهای سپاه هستن که اونا رو گروگان گرفته بود. توی یه حمله دیگه تو بهمن همون سال به یه اتوبوس تو جاده زاهدان خاش حمله کرد که نیروهای سپاه مسافران اون اتوبوس بودن که دست کم 27 نفر تو این حمله کشته شدن. بعد از اون تا حالا این اتفاقی که امروز افتاده میشه گفتش که فعالیت جدید جیش العدل هست بعد از یه مدتی که خیلی فعالیت گسترده‌ای وجود نداشت. خب این گروهی هستش که ایران تروریستی اعلامش میکنه و وابسته به نیروهای امنیتی آمریکا و عربستان سعودی اعلامش کرده ایران، در حالی که این دو تا کشور رسما این رو خبر رو تکذیب کردن. و از اون طرف هم خب گروه جیش العدل تیر ماه سال 98 در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا اعلام شد، بعد از اینکه در واقع بروز کرد آمریکا و گفتش که جندالله بوده و این گروه همون جندالله هست که تغییر نام داده به جیش العدل. این فعالیتیه که طی چند سال اخیر جیش العدل توی منطقه بلوچستان داشته. ممنونم سیامک محیط‌زاده. عفو بین الملل خواستار محاکمه افرادی شده که در کشتن شماری از سوختبران در استان سیستان و بلوچستان ایران نقش داشتند. عفو بین الملل تیراندازی اعضای سپاه به سوختبران بلوچ را نمایشی بیرحمانه از بیتوجهی به جان انسان‌ها توصیف کرده. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل و کارشناس امور ایران در این سازمان از لندن با ماست. خانم بحرینی، ابتدا از این بیانیه عفو بین الملل شروع بکنیم. با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، عفو بین الملل ظرف روزهای گذشته تحقیقات مفصلی رو در خصوص این تیراندازی انجام داده. ما موفق شدیم که روایات 6 فرد مطلع رو به دست بیاریم و اونها رو با هم تطبیق بدیم. 3 شاهد عینی، فردی که یکی از بستگانش تیر خورده و یکی دیگر از بستگانش زخمی شده و همینطور 2 مدافع حقوق بشر که خودشون با 3 شاهد عینی صحبت کرده بودن. علاوه بر این ما ویدیوهای به دست
اومده از این وقایع رو مورد مکانیابی قرار دادیم و همینطور متخصص اصلی سازمان عفو بین الملل به صورت کارشناسی اینها رو بررسی کرده. مجموعه تحقیقات صورت گرفته به روشنی نشون میده که نیروهای سپاه به طور غیر قانونی از سلاح گرم علیه سوخبران غیر مسلح استفاده کردند و موجب کشته شدن و زخمی شدن چندین نفر شدند. مطابق قوانین بین المللی استفاده از سلاح گرم در چنین شرایطی مطلقاً غیر قانونی بوده و کسانی که مرتکب این عمل شدند عملاً طبق قوانین بین المللی یا قصد کشتن داشتند و یا با شلیک گلوله به سمت افراد غیر مسلح به صورت غیر قانونی عملاً بی تفاوت بودن نسبت به اینکه عملشون میتونه به احتمال قوی منجر به مرگ بشه. طبق قوانین بین المللی مرگ‌ها یا قتل‌های حاصل از چنین اقدامات غیر قانونی تصادفی محسوب نمیشه، قتل عمد محسوب میشه و باید به عنوان اعدام‌های فراقضایی این وقایع مورد تحقیقات کیفری مستقل قرار بگیرن. اعدام فراقضایی هم فقط کوتاه من اشاره بکنم به قتلی اشاره داره که توسط ماموران دولتی ارتکاب یافته میشه. چه انتظاری میشه از بازدید نمایندگان مجلس از منطقه داشت؟ خب بر اساس قوانین بین المللی چیزی که اینجا فوراً ضروریه انجام تحقیقات کیفری توسط یک نهاد قضایی مستقله. اینکه نمایندگان مجلس به منطقه رفتن قدم مثبتیه، اگر که با شاهدان گفتگو بکنن، با خانواده های داغدیده گفتگو بکنن و اصرار بکنن که یک تحقیقات مستقل کیفری صورت بگیره. اما با توجه به اینکه در ایران قوه قضایی مستقل وجود نداره، استفاده از سلاح گرم علیه افراد غیر مسلح به صورت غیر قانونی سابقه طولانی داره و ما با مسئولیت مرتکبان چنین موارد نقض فاحش حق حیات در کشور روبرو هستیم. از بارزترین نمونش وقایع آبانه، متاسفانه اگر همچون سابق این رویه پیش بره ما همچنان با مسئولیت روبرو خواهیم بود. اما مهمه که به هر حال این حقایق مستند بشه و در سطح بین المللی با این کشدار برخورد بشه و به همین دلیل ما از جامعه بین المللی هم خواستیم که خواهان روشن شدن و برقراری یه عدالت در حق قربانیان بشن و اگر در روزهای آینده یا هفته‌های آینده موفق بشیم که جزئیات مشخصی رو در مورد کشته شدگان هم به دست بیاریم و اسامیشون و هویتشون، شکایتی رو به حمایت از اونها در سازمان ملل. متشکرم رها بحرینی از عفو بین الملل. فعالیت‌های صنعتی در استان زنجان برای استخراج فلزات سنگین میلیون‌ها تن ضایعات بر جای گذاشته که بلا تکلیف موندن وضعیت اونها اهالی زنجان رو نگران کرده. روستایی‌های زنجان میگن که از طرح تازه برای تخلیه شدن این ضایعات در محل‌های مسکونی و اراضی کشاورزیشان بیمناکند. دانشگاهیان زنجان هم بارها در سال‌های گذشته هشدار دادند که محصولات کشاورزی این استان و سلامت مردم در خطر آلودگی‌های ناشی از سرب، روی و کادمیوم قرار دارد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. زمانی بود که اهالی زنجان از وعده تبدیل شدن استانشان به یک قطب صنعتی خوشحال بودند. اما طولی نکشید که خوشبینی به آینده جای خود را به حسرت گذشته و دلخوری از وضعیت حال داد. وضعیت به چنان حدی از فاجعه رسیده بود که دیگه مردم ریختن تو خیابون و ما بزرگترین اجتماع محیط زیستی رو در کل کشور ایران در شهر زنجان داشتیم. ده ها هزار نفر به خیابان ها ریختن و اعتراض کردن. ترس از بیماری و سرطان از یک طرف و آلودگی آب و خاک و هوا از طرف دیگر دغدغه بزرگ زنجانی ها شده. این حکایت مسموم اول با احداث کارخانه های تولید سرب و روی و بعد راه اندازی یک شهرک صنعتی سرب و روی در چند کیلومتری جنوب شهر زنجان شروع شد. زنجان حالا تولید کننده اصلی سرب و روی در ایران است، ولی نتیجه آن کوهی عظیم از مواد سمی است که حتی در تصاویر ماهواره‌ای هم قابل تشخیص است. 10 میلیون تن خاک و ضایعات آلوده به سرب و روی و کادمیوم به اندازه وزش یک باد از شهر زنجان فاصله دارند و این به غیر از صدها هزار تن دیگر از ضایعات آلوده به سرب و آرسنیک و کادمیوم است که در محوطه های کارخانه ها تلمبار شده و رفته رفته وارد مسیرهایی می شود
که انتهای آن رودخانه زنجانرود و نهایتاً دریاچه قزل‌اوزون است. 20 سال پیش آلودگی سیب‌هایی که از باغ‌های اطراف شهرک صنعتی سربروی برداشت و به نقاط مختلف ایران صادر می‌شد، چند هزار برابر حد مجاز اعلام شده بود. اخطاریه اخیر سازمان محیط زیست به یکی از شرکت‌های فعال در شهرک صنعتی روی نشان می‌دهد وضعیت چندان تغییری نکرده. سرب بیش از 47 برابر استاندارد، کادمیوم بیش از 36 برابر استاندارد، روی بیش از 29 برابر استاندارد بوده و همچنین نتایج مربوط به پساب نمونه مذکور نشان دهنده بالا بودن عنصر روی به میزان 9 برابر در محلول است. اخطار سازمان محیط زیست به شرکت خالص سازان روی یکی از نزدیک به 700 اخطاریه است که در سالهای اخیر به واحدهای صنعتی این منطقه داده شده. در این مورد خاص واکنش شرکت خالص سازان، تکذیب، انداختن گناه به گردن سازمان محیط زیست، انتشار عکس دریافت لوح تقدیر توسط رئیس شرکت به عنوان صادر کننده نمونه و عکسهایی از کارگران بیل به دست کارخانه که مشغول درختکاری هستند. در این تصاویر از داخل شهرک صنعتی روی نه تنها درختی دیده نمی شود که ضایعات آلوده به سرب و روی آرسنیک بدون محافظت به حال خود رها شدند. مردم زنجان آثار یکتازی صنعت را در وهله اول در کارگرانی دیدند که عوارض آسیب دیدگی را بروز دادند و بعد دیگر ساکنان استان. تولدهای بچه های ناقص الخلقه، پوچی استخوان، سرطان کبد، سرطان کلیه، سرطان پوست. این اعتراضات مربوط به سال 92 است که باعث شد یکی دو واحد متخلف برای چند هفته پلمب شوند که خیلی زود با فشار صنعتگران بازگشایی شدند. امروز هم غیر از افزایش تولید سرب و روی در زنجان چیز زیادی عوض نشده. مسئولان این واحدهای آلوده صنعتی میگویند جای نگرانی نیست و مشکل این تفکر پیش نیاد که صرفا بعد روانی مسئله است، یا این دچار مریضی میخواد بکنه منو، یکی بیماری بخواد بکنه منو. بنابراین بایستی که از نظر روانی تاثیر بدی روی ساکنین منطقه نداشته باشه. نه تنها بعد روانی مسئله حل نشده که متولیان صنعت سرب و روی با پنهانکاری کوشیدند مواد سمی را در روستاهای اطراف زنجان انبار کنند، اتفاقی که در روستای چایرلو افتاد، ولی اهالی خبردار شدند و دست به اعتراض زدند. مدتی صحبت از دپوی ضایعات در روستای مرصع بود، اما نهایتاً اعلام شد که بخش بزرگی از ضایعات در روستاهای اطراف زنجان رود مثل سردهات جعفری تخلیه خواهد شد. حالا چندی است که صنعتگران دریافتند این ضایعات و پسمانها سرب و روی بیشتری دارد که میتوان استخراج کرد و از آن پول درآورد. که دیگه مالکیت این دپو در اردیبهشت امسال دولت با حکم دادگاه مالک ضایعات شد تا بلکه چاره‌ای بیندیشد. اما به فاصله چند ماه فراوری و پاکسازی ضایعات را بدون هیچ مزایده‌ای به قرارگاه خاتم الانبیا سپرد تا بدهی‌هایش را با آن قرارگاه تسویه کند. کسی نمی‌داند آیا قرارگاه خاتم الانبیا قادر به پاکسازی 10 میلیون تن پسماند سمی و آلوده است یا نه. حتی نقل و انتقال این حجم از پسماندها با کامیون خطرناک است و باعث آلودگی نقاط دیگر شده. ارمغان صنعت سرب و روی برای زنجان چند هزار شغل و صادرات بیشتر بوده. اینجا هست. اما با تجربیات نگران کننده ای که بیشباهت به تجربیات دیگر نقاط ایران نیست. میمونه ما باید از تجربه تلخی که در مورد جیوه در بندر ماهشهر داشتیم که منجر به متولد شدن کودکان ناقص الخلقه شد درس بگیریم. دانشگاه علوم پزشکی زنجان درباره اثرات سرب و روی بر مردم این استان دیگر چیزی نمیگوید و 10 میلیون تن پسماند آلوده بلا تکلیف و هزاران تن پسماند تازه ذره ذره وارد طبیعت زنجان و جسم زنجانی ها می شود. سیاوش اردنان، بی بی سی. از شما خواسته بودیم که از تجربیاتتون در این زمینه بیشتر به ما بگید. همکارم ترانه فتحعلیان اینجاست که از این تجربه بگه. ترانه،
رانا، در سالهای گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص در توییتر بارها و بارها ابراز نگرانی کردن. هر بار که خبری در این باره بیرون میاد، کاربران به شدت واکنش نشون میدن. من اگر بخوام چند تا از مثال‌ها رو برای شما توضیح بدم، یکی از کاربران گفته که هر دو مادر بزرگش و پدرش رو از دست داده، دو تا از مادر بزرگاش رو به خاطر سرطان ریه و پدرش هم که سالم بوده، یک دفعه در 62 سالگی بر سر عارضه ریوی فوت میکنه و همگی در زنجان بودن و به گفته اون زنش به خاطر این کارخانه ها و آلاینده هاست. کاربر دیگه گفته که 8 نفر رو میشناسه در زنجان که به خاطر ابتلا به سرطان ریه فوت کردن و اعتراض کرده به این که صنایع آلاینده مثل سرب و روی داره جان مردم منطقه رو به خطر میندازه. یک نفر دیگه دوباره گفته که این فلزات سنگی اثرات مخرب شدیدی روی انسان‌ها و محیط زیست دارن و یک نفر دیگه هم گفته که کارگران در ازای پول بسیار کمی که دریافت می‌کنن به خاطر شرایط بد مالیشون مجبورن و که برن و در این پسماندهای بسیار خطرناک کار بکنن. مسلماً ما مستقلاً نمیتونیم این اظهارات رو تکذیب یا تایید بکنیم. مقامات رسمی ایران هم هرگز درباره این موضوع مستندات رسمی اعلام نکردن که بخواد که بر این اظهارات صحه بذاره یا تکذیبشون بکنه، اما در گذشته کارشناسان و دانشگاهیان در دانشگاه زنجان بارها تحقیقاتی رو در این باره منتشر کردن که در آنلاین هم موجوده که این که آلودگی سرب و روی سلامت و محیط زیست رو در زنجان به خطر انداخته. متشکرم ترمیم فتلیان با من. محمد معینی وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار از زنجان با ماست. آقای معینی، بالاخره مشخص شد که قراره با این ضایعات چه کنند؟ خسته نباشید، وقتتون بخیر. من تشکر میکنم از توجهتون به این موضوع. به نظر من انقدر توالی و اختلاف بین اخبار هست که گاهی آدم به شوخی باید تصور کنی که خود مسئولین امر هم دقیقا نمیدونن قراره چه اتفاقی بیفته. بحث سر 10 میلیون تن ضایعات هست که طی ربع قرن گذشته زنجان و اطراف زنجان به صورت پراکنده یا در قسمت جنوب شرقی شهرک روی دپو شده. به نظر من سوال مهم اینه که این ضایعات چرا مهم هستن. قبل از این باید من اشاره کنم به این که چرا روی و سرب مهم هستن. همونطور که شاید بدونید بعد از آهن و آلومینیوم و مس، این دو فلز پرمصرفترین فلزات هستند. ولی خب روی به خودی خود سمی نیست، ولی دو رفیق خیلی ناباب سمی داره به اسم سرب و کادمیوم. سرب سمی است، کادمیوم مقدار کمش هم سمی است. علاوه بر این در خاک هایی که از معادن منتقل میشه به واحد های فراوری از اسید سولفوریک استفاده میشه. مجموعه اینها باعث شده که یک معضل زیست محیطی ایجاد بشه در اطراف زنجان. سال هاست مردم از این بابت نگرانی دارن. نگرانی هاشون رو به خصوص در گزارش جناب اردلان هم اومد، سال 92 منجر به تجمعات خیابانی شد تا رسیدیم به اینجا که سال گذشته بعد از سفر جناب آقای رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه به زنجان، این مسئله مورد توجه بیشتری قرار گرفت. چند ماه بعد این مرکز توسط دادستانی محل دپوها پلوم شد. امسال اردیبهشت ماه مالکیت این کلن منتقل شد، یعنی یه حکم قضایی دادن که مالک این پسماندها کلن دولت هست. نزدیک به 1,000 میلیارد تومان ارزش گذاری شده و طبق برآوردهای اولیه امسال، یعنی سال اول، 40 تا 50 میلیارد قرار بود از این محل در درآمدزایی بشه. آیه استاندار زنجان هم گفتن که از این مبلغ برای تسکین آلام روحی و جسمی مردم زنجان طی این چند سال استفاده خواهد شد، که به نظر من یکی از واضح‌ترین موضع‌گیری‌ها در تایید اثرات مخرب این صنعت در استان زنجان، به خصوص سه شهرستان درگیر در این مسئله، زنجان و ماهنشان و اجرود بوده. من یک نکته‌ای رو عرض کنم خدمتتون. 80% روی
کشور رو زنجان تامین میکنه. از این تعداد، از این مقدار 70% رو فقط شهرک صنعتی روی. داخل پرانتز یک چیز جالب هم بهتون بگم، این شهرک صنعتی روی اسم اولیت انگشهر بود، یعنی قرار بود یک شهرکی بشه در 6 کیلومتری جنوب غربی زنجان برای استقرار واحدهایی که کار سنگ تزئینی میکنن. ناگهان 20 سال قبل، 22 سال قبل روند عوض شد و یکی یکی واحدهای سرب روی اونجا متمرکز شدن. الان نزدیک 60 واحد سرب و روی عموماً اونجا مستقر هست. آقای معینی، چقدر الان اصلا دغدغه مردم هست؟ برای اینکه یکی از استدلال‌هایی که همیشه داشتن اینه که این یک رونق اقتصادی میاره. فکر می‌کنید که الان کفه این ترازو به سمت رونق اقتصادی یا آسیب‌های جسمی و روحی که به مردم وارد کرده؟ بستگی داره که از کدوم موضع به مسئله نگاه بکنید. طبق آماری که سال پارسال اعلام کردن از صادرات شهرک روی، حدود 103 میلیون دلار صادرات داشته و همیشه هم گفته شده که این شهرک صادراتی ترین شهرک صنعتی ایران هست، چون 80% محصولاتش صادر میشه. اگر به مردم باشه، از همون ابتدا، یعنی دوره آقای رفسنجانی که مجتمع سربروی در 15 کیلومتری جاده زنجان به قزوین افتتاح شد، تا همین حالاش مردم نگران این موضوع بودن. مستندات خیلی زیادی هست که نشون میده که نگرانی‌ها واقعاً به جا و به حق هست. من تو این چند روزه که این قضیه نامه اخیر اداره کل محیط زیست منتشر شد، خیلی در منابع مختلف دنبال استنادات و سندهای مختلفی بودم که این موضوع رو اثبات بکنه. من فقط چند نمونه رو کوتاه عرض می‌کنم و تا عمق فاجعه رو تا حدی بتونم نشون بدم. اونم این که به عنوان مثال سال 84 فصلنامه علمی خود دانشگاه علوم پزشکی میگه که 25% کارگران شاغل در صنعت سربروی دچار عوارض شدید هستند، یعنی مشکل تجمع فلزات سنگین دارن. 75% این تعداد، از 75% یعنی کارگران بیشتر از حد مجاز با فلزات سنگین درگیر هستند. و جالبه که نویسندگان این مقاله یادآوری میکنن با توجه به اینکه هنوز 10-15 سال بیشتر نیست که این صنعت در زنجان راه افتاده، احتمال خطر در سالهای آینده خیلی بیشتره. تیر ماه سال 87 هفته‌نامه محلی پیام زنجان یک نامه از رئیس وقت سازمان آب منطقه‌ای رو منتشر کرد که نشون میداد میزان سرب در خاک‌های اطراف مجتمع سربروی جاده تهران قزوین 360 برابر حد مجاز هست. مسئله وقتی بدتر میشه که بدونیم اکثر این مراکز، نمیخوام بگم همشون، اکثرشون روی منابع آبهای زیرزمینی استان زنجان متمرکز شدن. من یک مورد رو هم اگر اجازه بدید فقط اشاره کنم، آخرینش رو. نشریه محیط‌شناسی بهار همین امسال سال 99 در مقاله‌ای که در از صفحه 137 تا 155 ش اومده با موضوع بررسی اطراف خاک‌های اطراف مجتمع فراوری معدنی انگوران در شهرستان ماهنشان که غنی‌ترین معدن سربروی کشور و خاورمیانه هست، میگه که غنی شدگی بسیار شدید کادمیوم و وضعیت بسیار بد. و اینم بگم ختم کلام در این قسمت، اینکه خبرگزاری مرسال 84 میتونن علاقه‌مندان مراجعه کنن، به نقل از نشریه سرطان شناسی لنست آنکولوژی نوشته که کادمیوم خطر ابتلا به سرطان را افزایش میدهد. متشکرم. محمد معینی، وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار از زنجان. محمود فکری از سمتش به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران کناره‌گیری کرد. گزارش شده قرار است امشب بعد از نشست مسئولان باشگاه نام سرمربی جدید اعلام شود و فرهاد مجیدی نسبت به دیگران از شانس بیشتری برخوردار است. پوریا ژافره در گزارشش نگاهی کرده به یکی از پرحاشیه ترین دورهای تیم استقلال در سالهای اخیر. نیمه فصل است و استقلال مثل شروع فصل بار دیگر به دنبال یک سرمربی. تیم پرطرفدار تهران که هوادارانش همیشه انتظار دارند هم در لیگ
هم در جام حذفی و هم در لیگ قهرمانان آسیا برای اول شدن بازی کنند. صحبتی می‌کنیم بالاخره به کجا گشتی؟ محمود فکری حالا از استقلال جدا شده. دورانی که در کل کمتر از 5 ماه طول کشید و از روز اول تا آخر با حاشیه و جنجال روبرو بود. آقای فکری سر تمرین می‌رین الان؟ نه تموم شد. خدا رو شکر حالا ما بازی رو باختیم. مجدد سوال‌های تمام کارشناسا شروع شد و ایراد گرفتن شروع شد. خیلی خوبه ما زمانی که می‌بریم متأسفانه هیچ کی سوال نمی‌پرسه و از حالا جاهای مختلف سوالی پیدا نمیشه که بیان بپرسه. حالا این کار انجام آخرین میده. مسابقه ای که فکری روی نیمکت داغ استقلال نشست اینجا در رفسنجان بود. یک فرصت گل. گل برای مصر رفسنجان. مساوی 1-1 مقابل مس به این معنی بود که استقلال در 5 بازی آخرش فقط 1 برد داشت کرده و کم کم از کورس قهرمانی خارج می شود. جدایی محمود فکری از نساجی با جنجال و حاشیه همراه بود، همچنین پیوستنش به استقلال و هر دو سمت قضیه این جنجال ها و حاشیه ها تا روز پایانی ادامه پیدا کرد. نتونست اعتمادی رو به مجموعه تیم تزریق کنه. تیم و فکری انگار متقابلا به هم بی‌اعتماد بودن و روی نیمکت هم نقل و انتقالات به صورت مکرر اتفاق می افتاد و تا همین هفته های آخر همچنان در صدد تقویت نیمکتش بود. مشکلات تاکتیکی هم در تیم بسیار بود و به هوادارا هم نتونست اعتمادی که سرمربی تیمی نظیر استقلال باید بده به هوادارا، نتونست این کار را انجام بده. در نهایت دیدیم شاید تنها سرمربی استقلال باشه طی سالیان اخیر که جداییش اکثریت هواداران رو رضایتش رو جلب کرد. البته چند وقتی است که آبی‌های تهران با درد سر روبرو هستند. مدیریت وزارت ورزش در سالهای اخیر باب طبع هواداران نبوده و دقیقاً هم معلوم نیست این اوضاع در چه زمان و به چه شکل تغییر خواهد کرد. ولی آنچه مشخص است شرایط فعلی قابل ادامه دادن نبود. پرسیدن که در هر بازی شاهد تغییراتی در ترکیب استقلال هستیم و ولی این فصل تموم شد، چرا هنوز فکری برای سیستم ثابت نکردیم؟ خیلی ممنون. من خسته نباشید، میگم به همتون تشکر بکنم. یک نسل از کودکان یمن در خطر از دست دادن کامل امکان آموزش هستند. پس از 6 سال جنگ داخلی، قحطی و شیوع بیماری‌های مختلف از هر 5 مدرسه یکی غیر قابل استفاده است. اورلا گرین خبرنگار بی بی سی به همراه همکارانش برای تهیه این گزارش به شهر تعز رفته. مسیر صعبی است برای این پاهای کوچک. اما آنها هر روز صبح زود دسته دسته از روی سنگریزه ها در حومه شهر تعز گذر می کنند. اینها هم ابزار ارزشمندشان است که در نزدیکی در مکانی امن نگه می دارند. زمان مراسم صبحگاه رسیده. رهبری مراسم را دانش آموز ممتاز احمد بر عهده دارد. این مدرسه ابتدایی تا سال 2016 مایه افتخار این منطقه بود تا اینکه شورشیان حوثی آن را اشغال کردند و به جبهه جنگ تبدیل شد. بعداً پس گرفته شد اما به این حال و روز افتاده. بعضی روزها دانش آموزان باید به انتظار معلمانی بنشینند که بعضیشان سالهاست از دولت حقوق نگرفتند. این کلاس یک معلم جایگزین دارد. احمد جای معلم را پر کرده. او 9 سال دارد و چشمانش به طور مادرزاد نمی بیند. این شغل رویایی او برای آینده است. البته او یک فهرست آرزو هم دارد. یه مدرسه جدید با میز و صندلی و در و پنجره و تخت سیاه و چراغ و باتری می خواهیم. از همه مهمتر این که وسایل باید سالم باشد. میخواییم طبقه بالای مدرسه بازسازی بشه و براش در و پنجره بسازن تا جلوی باد و بارون و آفتاب رو بگیره. راحت ترین درس ها برای من قرآن و علوم هستن. به دانش آموزا چیزهایی رو یاد میدم که خودم قبلا خوندم و یاد گرفتم. احمد این صدای چیه؟ این صدای تیراندازیه. ما همیشه این صداها رو میشنویم.
بعضی وقتا صدای انفجار، گاهی صدای شلیک، همه چیز. وقتی چنین صدایی رو میشنوم فکر میکنم که الانه که بمیرم. یه روز سر درس بودیم که یه موشک از بالای سرمون رد شد. اون روز خیلی ترسیدیم و رفتیم، نموندیم سر کلاس. جنگ باشه یا نباشه، اینجا کلاس ها برقراره. کلاس ریاضی اون پایینه و اینجا هم زبان عربی. معلم ها به ما گفتند این دانش آموز ها استقامت رو از جنگ آموختند و به ندرت پیش میاد یک روز غیبت کنند. حالا بیش از هر زمان دیگری آتش یادگیری دارند. ساعت مدرسه تمام شد و احمد و خواهرش فاطمه که او هم نابیناست در راه بازگشت به خانه هستند. یکی از دوستانشان راهنماست. احمد میگوید او ماشینش است. آخ پام، چرا اینجوری میکنی؟ همش دارم بهت میگم، هر دفعه این موانع نمیتوانند احمد را از پا بیاندازند. حسین علی شاپور خواننده ایرانی به تازگی کار جدیدی منتشر کرده به نام باده ناگهان. کلیپ این کار رو امشب برای اولین بار براتون پخش میکنیم. موسیقی ساخته ی میدیا فرج نژاد و شعر از علیرضا کلیایی. در تن بیقرار من یاد تو پرسه میزند، پرسه عاشقانم طعنه به خلسه میزند. شب شد و از فراق تو ساغر دل شکستم، روز که شد در آتشم سوی خدا نشستم. دست ازل به چرخ شیری تو را به جان من، دست ازل به چرخ شیری تو را به جان من، از چه فرا چه فرار می‌کنی باده ناگهان جزر اومده وجود من، حاصل ماه روی تو، موج به موج هستیم رام هوای کوی تو، لحظه ترک این سرم نهاد و از خاطرها چید مرا، از چه فرار میکنی همدم بیقراریم، نیست مرا به جز غمت همدم میگساریم، نیست مرا به جز غمت همدم میگساریم.
شب خوش.